درود بر همیهنان ارجمند، خوشحالم که در فرصت دیگر در خدمتون هستم. شاهین نژاد و همراه دوست ارجمند شهرام آریان بر پایه روال سه هفته یک بار در برنامه ما خدمتون هستیم و جستاری و پی میگیریم که برای یادآوری به شما، برای کسانی که پیگیر هستند، سخن بر سر این بود که خب خیلی مطالب گفته شده و نوشته شده، دست کم از سوی ما چندین برنامه بوده در باره اثر ویرانگر و تخریبی که مذهب وارداتی در ایران داشته و در قیاسش با اون چیزی که فرهنگ و آیین ملی و بومی ما بوده. و بعد خب یه پرسشی پیش می آمد، پرسش این بود که خب این آیین وارداتی که از شبه جزیره عربستان اومده حاوی نکات منفی است، در برگیرنده آثار زیانباری برای انسانه. چگونه هست که این اومد و یک آیین زندگی ساز و پیشرو و سازنده و خردگرا رو کنار زد و ماندگار شد و اکنونم که 1400 سال در سرزمین ما مونده، اگر اون بد بود و این خوب بود، چگونه هست که یه همچین چیزی میتواند بر زندگی ما برای نسل‌های طولانی چیره بشه؟ کوشیدیم در نشست پیشین که سه هفته پیش بود به این پرسش پاسخ بدیم. شهرام دو تا در حقیقت مطلب رو با شما در میون گذاشت. یکی درباره این بود که توانی که جامعه اسلامی داشت و مسلمانان چیره بر کشورهای همجوار که در مورد ما ایران شهر تاریخی بود، اینها از تمام امکاناتشون بهره می گرفتن برای گرفتن و بعد تثبیت قدرت. هر چقدر تواناییشون بود که توانایی بسیار کمی بود از نظر ساخت و ساز، از نظر تولید، از نظر بینش نسبت به ایرانیانی که مورد تهاجم قرار گرفته بودن، ولی تمام امکاناتشون در اختیار قبضه کردن قدرت، سرکوب و ایجاد هراس و ترس در جامعه مورد حمله قرار گرفته بود. چیزی که آلمان‌های موقعی می‌خواستن بهش دست بزنن به نام توتال وار، یعنی تمام امکانات کشور در اختیار جنگ قرار بگیره، هر کارگاهی، هر کارخونه، هر امکاناتی. حالا در وجه خیلی عقب ماندهش 1400 سال پیش، هر آنچه که مقدور بود اینا در اختیار شمشیر زنان خودشون قرار میدادن در صدر اسلام برای گرفتن قدرت و نگهداشتش، چون کار دیگری نداشتن بکنن. و در روبروی این شما جریانات فضای ایرانی رو داشتید که بخش بزرگی از نیروی به درد بخور جامعه در خدمت کار تولید بود، چه در کشاورزی چه در صنعت. یه مقدار زیادی برها ما کار دیوان سالاری در کشور داشتیم، یعنی افراد و تخصصایی که داشتن مشغول به کار بودن و اینجوری نبود که 100% توان و بنیه کشور بره برای مسئله دفاع. و این همیشه بود، نه فقط در سالهای حمله مسلمان به ایران، بلکه در دهه های بعدی هم این روال ادامه پیدا کرد. و خوب فرق میکنه شما وقتی 5% یا 10% از توانتون رو در خدمت نبرد فیزیکی قرار میدید در برابر مهاجمی که تمام زندگیش فقط همینه، چیز دیگری نداره. و مرتبه دومم که شهرام اشاره کرد، حالا باز اگر نیازی بود میتونه خودش توضیحات مفصل تری بده، چکیدش این بود که نرم افزار اسلام میرفت سراغ انسانهایی که در جامعه نه از شأن اجتماعی بالایی برخوردار بودن و نه از هوش و درایت بالایی برخوردار بودن، و نشستن این نرم افزار بر روی ذهن آدمهایی که آمادگی انجام حرکت های فیزیکی داشتن، بلبشو ایجاد کنن، درگیری ایجاد بکنن و چیز زیادی برای از دست دادن نداشتن، میتونست یک شور و هیجان ایجاد بکنه که این شور و هیجان خب طبیعتاً قدرت تخریبیش خیلی بالا بود نسبت به یک ایرانی غیر مسلمانی که خیلی سخت به هیجان میومد و خیلی سخت تحت تاثیر قرار میگرفت و تبر یا نیزه‌شو برمی‌داشت برای انجام عملی. حالا در ادامه شهرام امیدوارم که مطلب دیگری رو در این زمینه با ما مطرح کنه که این دو مسئله که عنوان شد در قالب عملیش
یعنی وقتی بر میگردیم به دهه های آغازین و میانی سده هفتم میلادی، حمله اسلام به ایران، در اونجا جلوه عملیش چی بود؟ یعنی ما سقوط ایران و تصرف ایران شهر تاریخی توسط مسلمان ها رو در قالب این دو دلیلی که تو عنوان کردی شهرام جان چگونه میتونیم توضیح بدیم؟ یه بار دیگه خیلی سپاسگزارم که توی این برنامه با من همراهی میکنی و هممیهنان پیام هایی که دادن، کسانی که اهل کار فنی هستن بسیار کار رو پسندیدن و خواستن که این گونه جستارها رو پی بگیریم، از این بابت ازت خیلی سپاسگزارم. گوش میدم شما. من با درود به دوستان، با درود به شنوندگان، با درود به خودت شاهین گرامی. بله، اون دو بخش ستونهای دینامیکی پیشبرنده کار، یکی این که انسان مسلمان که کارایی تولیدیش شاید یک پنجم یک زرتشتی یا یک مسیحی پروتستانت امروز مال شمال اروپا می بود یا هست، داشتم کمتر، با تمرکز دادن تمام اون یک پنجم فقط روی از بین بردن دیگران، گاه بیشتر انرژی و رسورس فراهم میاره واسه این کار تا اونی که 5 برابر از این بالاتر، یعنی اون 100% رو داره به جای اون 20%، ولی فقط 5% اونو به این کار میپردازه. من اینو نمونه آوردم، تقریبا به عددش ایمان دارم، یعنی با 5 به 20 از این عقب میافته به اینی که 1/5 اون کارهایی داره. یکی این مسئله بود. مسئله دوم که دوباره بازگو کردی که ببینید این ما رو خیلی همراهی خواهد کرد تو این داستان، که اسلام بدون اینکه وارد بشه به یک کشور زرتشتی یا یک کشور پیشرفته مثلا مسیحی پروتستانت امروزی، اونجا نمیتونه هوادار پیدا کنه، چون پیامی که داره اینقدر کریه، اینقدر بی سر و ته که اون افرادی که در کشور خودشون نشستن از دور که نگاه میکنن و بی سر و ته بودن و کراهت اون پیام رو میبینن، هیچ گونه انگیزه ای ندارن که به اون بگردن. حتی همون افراد ساده دلشون اونا هم یه جوری مهتران خود کشور کنترل میکنن، با ضد تبلیغات جلوشو میگیرن. اسلام برای اینکه بتونه یک کشوری بگیره باید بیاد و در لایه های پایین اجتماع قدرت سرطانی درست کنه. بعد از یه پیروزی نظامی نخستین میتونه انجام بشه از راه مهاجرت. امروز در اروپا از راه مهاجرت داره انجام میشه، آینده بسیار بسیار شومی هم بیگمان خواهد داشت. آخر سر در ایران با یه پیروزی نظامی آغازین انجام شد که من عرض کردم حاضرم زیر هر ضمانتی رو امضا کنم که حتی کنترلش نمیشه کرد، که اگه توی میدان نبرد نتونسته بودن وارد بشن، ما امروز بعد از بیش از 1000 سال 3% مسلمان هم تو ایران بیگمان نمی داشتیم. برای اینکه برای اون ایرانی زرتشتی خیلی غیر ممکن بود که اون پیام فاخر رو رها کنه و به این پیام ساده دلانه بدوی روی هم رفته خشن و بی سر و ته بپیونده. بنابراین وارد شدن به کشور و ایجاد قدرت سرطانی برای دینامیک بعد اون تصرف جامعه از پایین، برخلاف عرض کردن دینا و ایدئولوژی هند اروپایی مثل مهمترینش آیین زرتشت که از بالا جامعه رو تصرف میکنه از راه مهتران کشور، از راه اینکه در حقیقت اونا رو متقاعد میکنه و اونا کهتران رو به خودشون میکشونن، اسلام و مسیحیت روزگار افراد کمهوشه. حالا کمهوش پایین جامعه، در مورد اسلام کمهوش و دارای گرایش های سادیستی. مال مسیحیت حالا اون مسئله سادیسمش نبود، ولی تو اسلام این مسئله گرایش های سادیستی و گرایش های جنسی سادیستی هم خیلی مهمن، برای اینکه اون شخص کاملا خوشش بیاد، جذب بشه و این مدل آدم رو به اون قده سرطانی میذاره و الاخر. تا اینجاش اومدیم. این بخشی که امروز میخوایم بهش بپردازیم اونطوری که خودت فرمودی بخش انجامی بود، یعنی بر پایه این دو تا ستون پیش برنده، حالا در انجام کانکرت آشکار سرراست این چجوری پیروز شد اومد تو و فرایند کار چی بود. اینو البته ما توی نشستای کارشناختی دوران رنسانس چندین بار شکافتیم، حتی دو تا گونه ازش تا اونجا که من دیدم در اینترنت هم گذاشته شده، ولی اینجا برای یه بازگوی کوتاه در پایان این فهرست ده نشستی که امروز 11 باشه بگیم، برای دوستانی که تاکنون بهش نپرداختن، اونایی که کامل پرداختن به اون یکی نشست داره در نور دیدن، این بار میتونم اون دوره نگاه کنم، دوره کوتاه شده. جامعه ایران باستان که به تخصص و تقسیم کار ایمان داشت،
برخلاف اون سیستم اسلام که تولید براش ارزشی نداشت و همه رو فقط در کار از بین بردن دیگراندیش فراهم می آورد. خب یه درصد کوچیکی 5% 6% از توانایشو به کار پدافندی میپردازوند، ولی خب با همین 5-6% بیش از 1200 سال بود که تمام آسیای غربی رو کنترل میکرد به عنوان ابرقدرت شماره یک جهان، که حالا یه مدتی رومی ها هم از کنار باش پهلو زده بودن از نظر نظامی، ولی معمولا به اونام چیرگی داشت. یعنی این شیوه کار تخصصی در جامعهش اینقدر پیش رفته بود در زمین های گوناگون، کشاورزی، آهنگری، درودگری، بازرگانی، کارهای دیوان سالاری و کارهای ارتشی یا به قول خودشون ارتشتاری، که این اون 5% ریسورس که دقیقترش دقیقا 2.5% از جامعه بودن که از تعدادی به اون کارا میپرداختن، ولی ما بگیم 5% ریسورس مالیاتی رو در بر میگرفتن، اونا از پس همه این دشمن های سر تا سر دنیا برآمده بودن و در روزگار باستان نه فقط امپراتوری روم رو که خطرناکترین دشمن ها بود، یعنی اون روزگاری که امپراتوری روم بر مسند کار بود، نه اون روزگاری که بعدن سست و فرتوت شده بود و مسلمان ها نصفش رو تصرف کردن، اون آخر جمهوری، اوائل دوران قیصریشون، یعنی در اوج قدرتشون که فقط یه ایالتشون بس بود واسه اینکه تمام سپاه اسلام نابود کنه بره تا مدینه همه رو دار بزنه، این همچین قدرتی داشتن موقعی که تو اوج کار بودن دوره بر زایش عیسی. تو اون زمان امپراتوری های ایران از پس اونا برومده بودن، نه در روزگار پیری اون امپراتوری. موقعی که پنجه درف کنده بود، کارتاشا رو از بین برده بود، سلوکیا رو از بین برده بود، یونانیا رو از بین برده بود، مصر رو از بین برده بود، گلها رو از بین برده بود، بخش بزرگی از ژرمنهای جنوب راین از بین برده بود، هر کسی که به این امپراتوری برخورده بود در کوتاه‌تر مدت ور افتاده بود و همه هم گمان می بردن که ایران را تصرف خواهد کرد و به شدت از ایران شکست خورد. حالا در حالتی که ایران یه جنگ دو سه جبهه‌ای معمولا انجام میداد که یه جبهه بزرگ داشت همیشه به طرف آسیای میانه که اون حتی از جبهه روم هم کارش گاهی سخت‌تر می بود علیه اقوام زردپوست یا قبلش سکاهای دشت نشین. یه همچین امپراتوری که با اون درصد کم از ریسورساش از یه همچین کارایی برخورداره، خب آدم چونی میپنداره که نظامیاش باید از یک کیفیت خیلی 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 بالای برخوردار بوده باشن. بعد اون موقع پرسش دوباره دو چندان جالبتر میشه که از این بیابونی ها چجوری شکست خورد. خب اولا حالا ما اینا تو نشست های ویژه گفتیم که یه مشکلی که ما داریم اینه که منابعی که مونده، یعنی از نوشته های خود مسلمین بیشترشون هم ایرانی های اسلام آورده، اینا شوربختانه بخش بزرگش سانسور شده است، یعنی از درونش استخراج واقعیت بسیار دشواره. چون اون ایرانی که مسلمان شده بود مثل طبری، حالا یا قبلش ممکن بود مسلمان عربی هم چیزایی نوشته بود، ولی بخش بزرگ این تواریخ خوب روزگار حمله اسلام رو خود ایرانی های اسلام آورده نوشتن. اینا خب یه مشکل داشتن، خودشون مسلمان شده بودن و تو چشم خودشون هم تهدیدشون به خودشون به عنوان نیمه خائن نگاه میکردن، مثل کلابوراتور در حقیقت، یه همکار با دشمن، و اینا مجبور بودن این تواریخ رو یه جوری سانسور کنن که سر و تهش رو به قول ما تو فارسی دری هم بیارن. بنابراین از درون گفته های آشفته اونها و در خود ناسازگار برون هیختن حقیقتی که چه رخ داده بسیار بسیار دشواره. البته اگه همه اونا رو آدم کنار هم بذاره و تواریخی رو که تو مناطق محلی ایران مثل تاریخ سیستان و گرگان و قم و بخارا و اینا نوشته شده، اینها رو آدم کنارش بذاره و به ویژه منابع بیزانسی ها رو هم بهره برداری کنه که تاریخ نویسای ایرانی به دلایلی که من نمی‌فهمم هیچ وقت بهره برداری نکردن، و تاریخ های ارمنی ها رو هم همچنین، چون دیگه زیر سانسور این اسلام که نبودن، اون چیزی که می بود نوشته بودن. اون موقع به یه تصویر میرسه که چه رخ داده. تا به امروز این تصویر برای همیهنان ایرانی، حالا ببیشه برای مهتران تاریخشناس، به حمدالله کاملا ناشناخته است. یعنی شما حتی اگه روانشاد مثلا زرین کوب رو هم از آرامگاه برمیخیزندندی و ازش میپرسیدی که چه شده اون زمان، تصویری که برای شما میگفت تصویر درستی نمیبود. در حقیقت بیشتر بر بنیاد همین تواریخ اصلی مثل طبری و اینا بود برای اونها شما تشریح میکرد، پشت سر هم میکافت میمد جلو.
اصل تاریخ طبری و این تواریخ ایرانی اسلام آوردم اینه که بله مسلمین به وسیله پیام اسلام الهام یافته بودند و یه حالت یزدانی پیدا کرده بودند و اون کسایی که قرار بود جلوی اینا رو بگیرن نمیتونستن چون از پشت با اونا ملائکه و دیگران همکاری میکردن و خلاصه شدنی نبود. یک مقدارم تاریخ نویسای با گرایش های سوسیالیستی خودمون در سده بیستم روغنش رو داغ‌تر کردن و این مسئله تقسیمات طبقاتی رو کشف کردن که ایران جامعه کاملا طبقاتی بوده. که خودم طفلی ها از فرط بیسوادی و واژه کاست رو به کار میبرن. حالا اون چه داستانی داره مثنوی 70 منه که تا چه اندازه با کار بردن این واژه نادرسته، اون چون ما جامعه هند بودیم به ایران ربط نداشتیم و این جامعه اینقدر ناخرسند بوده که مثلا اینجوری پاشیده از این حرفا. شوربختانه نمیدونم شاید جان در تایید صحبت از تاریخ طبری و سایر تاریخ‌های مورخین مسلمان چه ایرانی چه عرب خیلی بهره گرفتم تو اون کتابم چند سال پیش نشیب دراز از پیش فراز، برای همین خب متن اینا رو چند بار خوندم، طبری، بلازری، یعقوبی، حمدالله مصطفی، ابن عسیر، خیلی هاشون، سعالوی. چیز جالب اینه که طبری که به هر حال وزنه ایست در اینها خیلی جالبه، هنگامی که صحبت از پیروزی مسلمان ها بر ایرانی ها میکنه مدام اینو عنوان میکنه، یادآوری میکنه که خداوند اینجا یاری کرد و اینها بر پارسیان پیروز شدن، بر کفار. دقیقا خودش رو در جبهه مسلمان ها میبینه علیه مردم به اصطلاح ایرانی و همیشه هم خدا رو یاد میکنه که این خدا بود که به مسلمان ها کمک کرد. طبیعتا وقتی که ما میخوایم تاریخ نگاری رو متنش رو بخونیم و این گونه جملات رو میبینیم یکم همچین یخ میزنیم، چون تاریخ سالی تاریخ جدی و استخوندار، خدا کمک کرد و شیطان نخواست و اینا رو که دیگه معنا نداره توش. شما یه سری یا باید مشاهدات رو بنویسی یا تحلیلات رو. از این نظر همچنان که گفتی خیلی مهمه که آدم بتونه بین خطوط رو بخونه تو این گزارش ها. ولی فارغ از این که دلایل سقوط چی بوده که خوبی داری الان باز میکنی و میریم سراغش، یه چیزی که خیلی آشکاره تو تمام این تاریخ‌های تاریخ نویسان مسلمان فارغ از این که ایرانی بودن یا عرب بودن، این است که اولین، دومین، سومین، چهارمین، پنجمین دغدغه و نگرانی سپاه اسلام مسئله غارت و به برده کشیدن و بردن و تاراش کردن اموال بوده و اون جریان آغوش باز ایرانیان واقعا یک جعلیست که برمیگرده به همین چنان که گفتی قرن بیستم و یه سری تبلیغات مذهبی ها یا تا حدی چپ ها، برای اینکه دقیقا خود مورخین مسلمان دارن میگن تک تک شهرهایی که ایستادگی کردن و چگونه مردم کشته شدن، هیچ کسی فرش قرمز برای سپاه اسلام ننداخته بود و منطقی هم هست، هیچ جای جهان شما برای متجاوز به فرش قرمز نمیندازی، به ویژه که حالا مورخین خود مسلمان هم دارن میگن که چقدر آشور بوده. ببخشید قطع کردم، ادامه بدید بفهمید. میگم برای دوستانی که این موضوعات و شتون نشسته کارشناختی ما پیشتر شنیدن شاید بازگویی باشه، ولی من مجبورم فشردش رو بازگو کنم. تمام اون چیزایی که تاکنون ایرانیا تو بخش تاریخ شناسی میپنداشتن که دلیل شکست ایران بوده کامش همش مغلط است. من تا حالا یه روده راست تو شکم اون دستگاه های توضیحی پیدا نکردم. بخش بزرگش هم شوربختانه از بیسوادی تاریخ نویسای ما روانشون شاد و اونایی که هستن میاد، یعنی منابع و همه رو کنار هم نگذاشتن یا بخش بزرگش رو در نظر نگرفتن یا اینکه تعارف داشتن با مثلا همسایه مسلمونشون داخل کشور یا چیزای از این دست. اون چیزی که نوشتن از توضیحی به هیچ دردی نمیخوره. حالا فرنگ یا خیلی اصرار نداشتن که اصلا بفهمن سر تا این داستان رو، چون فرنگ یا تشریحی به خاور نزدیک نگاه میکنن، ببینید به بخشایی که خارج از امپراتوری روم بوده زیاد علاقه ندارن که اصلا چی شده. این وظیفه اصلی ایرونیا بوده که این کار رو پشکافند و اونام نهایت کمکاری و بیخیالی رو تا به امروز انجام دادن، حتی کسایی مثل روانشاد زرینکو، نه از رو بدخیمی، از رو سنت و دلایل دیگه. آقای آلفرد باتلر موقعی که 100 سال پیش تاریخ می‌نوشت در مورد اینکه مسلمان‌ها چجوری مصر رو گرفتن، چون مصر نه اینکه استان روم بود، این برای فرنگی‌ها مهم بود. ایشون تاریخ نویس انگلیسی، اگه شما بگم سر آلفرد باتلر، می‌نوشت یک کتابی به نام، اگه اشتباه نکنم، روزگار دانشجوی خوندم آخرین بار،
the third last years of Roman dominion in Egypt. یعنی اون 30 سال آخری که امپراتوری روم هنوز اونجا بود چه بر اونا گذشت و بعد چی شد که حمله مسلمان ها اونجا رو گرفت. اولین چیزایی که توی اینتروداکشنش نوشته اینه که من پس از اینکه منابع مسلمان خوندم، کامل خوندم، همه رو ریختم دور و دیدم اینا چیزی نیست جز اساطیر یا افسانه های یه مش افراد مؤمن. بهشون میگفت pious legends، افسانه های افراد مؤمن که در ایمانشون یا دوچار تخیلات میشن و یه چیزایی مینویسن. حالا معلومه که یه ریزی از اون اتفاقاتی رو که افتاده دست کم وقایع و تاریخ ماه و سالش رو باید یه جوری یارو بگه، ولی اون محتوا باتلر میگه تقریبا هرچی نوشتن مغلطه و مسخره است. اون چیزی که من تالا خودم خوندم باش سازگاری داره. ببین اولین مغلطه‌ای که خود تاریخ‌نویس‌های ایرانی ازش ناآگاهن اینه که مسلمان‌ها توی همه نبردها برتری نفراتی داشتن. این یه داستان جا افتاده است در تاریخ نویسی ایران که آقا ما که کشور بزرگی بودیم، لشکر فلان و بیزار، اون تفلی ها که از بیابون میبودن تعداد کمتر، اینا مثلا چی شد که ما رو شکست دادن؟ رفتن دنبال دلایل دیگه مثل همین ناخوشی طبقاتی یا حتی دلایل تاکتیکی یا چیزای دیگه. یه دونه سرتیپ پاکستانی بود، حتی یه کتاب نوشته بود در مورد این که مثلا خالد ابن ولید اینجوری مانور میداده اونجوری مانور میداده که همش مایه خنده است. مثلا یه مش اونا عرب بیابانگرد بودن، خالد ولید هم کاری که کرده بود سر چاق و کشی های قبیلگی مثلا یه جست و خیزی کرده بود، مثلا بلد نبود لشکرهای مثلا 100,000 نفری تکون بده که بفهم مثلا سرتای داستان چی. اون چیزی که نوشته اون سرتیپ پاکستان اینقدر خنده داره که من یادم مثلا موندم که گفتم نگاه کن این تخیلاتی که طبری نداشتن این بابام که ایمان اسلامی داره همینجوری هنوز ادامه میده. یک چیزای تخیلی کشف کرده بود از دید خودش که مثلا خالد مثلا مخترع مانورهای مدرن بود. اینا همش مسخره بازیه. اصل داستان اینه که مسلمونا وقتی به مرز ایران رسیدن این وره توی شبه جزیره یه چیزی حدود 400,000 مسلمون زن و بچه و مرد و اینا زندگی میکردن که نصفش میشد 200,000 مرد. از این اونا که در سن جنگی بودن تقریبا 150,000 تا بود. اون وره فرات نزدیک 4-5 میلیون سامی نژاد زندگی میکردن. یعنی کسانی که یعنی در آرام... شرب فرات ها؟ چی؟ در شرب فرات ها؟ کلن هم شمالش به طرف بخشای ایران و هم اون برش به طرف عرب قسطانی و اینا، یعنی اونه که زیر رومیا بودن. درست دست رومیا بودن و این رو روی هم رفته همش 4-5 میلیون سامی بودن. برخیاشون حتی خیشاوندی هایی داشتن، اونه که به درون بیابان ها می رفتن و می اومدن. یه بخش شهرنشین داشتن، یه بخش بیابان نشین داشتن، آرامی زبان بودن و زبان‌های سامی دیگر رو سخن می‌گفتن که از روزگار کهن مونده بود، ولی آرامی از همشون بیشتر جا افتاده بود، جلو رفته بود. برای همیهنانی که دارن فکر می‌کنن که حوزه به اصطلاح دور و بر رود فرات کجاست، تقریبا میان رودان یا همون بین النهرین مسوپوتامیا که تقریبا بخش عمدش امروز در عراق و تا حدی سوریه و بخش‌های جنوبی ترکیه را می‌تونه در بر بگیره. بله بله دقیقا همین منطقه، جنوب غربی عراق تا سوریه، اردن و اینجورجاها و تا حتی جست و خیزی هم به درون حتی خود آسیای کوچکی امروز اونجا که گفتیم. و اینا خب بخش بزرگشون مسیحی بودن، یه بخش اندکی دینهای بسیار باستانی داشتن که روزگار بابلیا و اینا مونده بود، دینهای ستاره پرستی و اینها. حالا ما وارد بحثای مندایی و اینا نمیخوایم بشیم. یه شمار خیلی اندکشون شاید کمتر از 3-4% زرتشتی بودن. یعنی آیین زرتشت به گذار اون 1200 سالی که ایرانیا تو اون منطقه زیسته بودن یا زیر فرمانشون بود هیچ وقت به مزاج سامی ها نچسبیده بود. و خب چون آیین زرتشت ارشاد هم نمیشناخت، یعنی ارشاد زوری و یه مسئله داوطلبانه بود که میخواد کی به پیونده، هر کی اونی که بیشتر دوست داشت و ظاهرا زیربافت فرهنگی یا شاید نژادی نمیدونم سر هم همش با هم مال سامی های اون منطقه یه جوری بود که آیین مسیحیت که سر کلش پیداشته بود برای اونا سازگارتر بود تا پیام زرتشت. حالا دلالی دازه که این دین ابراهیمی که سلب مسئولیت میکرد از انسان و اینها، دین مسیح ترسایی
برای اونا پذیرفتنی تر بود تا یه آیینی که انسان رو هم پای خداوند میبینه، همه مسئولیت رو در گردن خودش میبینه، برایش خیلی ترسناک بودیم چیزی که خودت از امروز به فردا مسئول همه کارهای خودت باشی. و اینها یه بخش قابل توجهشون بعد از اینکه مسلمان ها موفقیت های اولیه به دست آوردن و اولین ساخلوها رو شکوندن و به اونور فرات یا به درون مناطق رومی دست رساندن، آنی به اینا پیوستن. یعنی شما از سال سوم، چهارم، پنجم حمله سرکارتون دیگه با اون 150 هزار تا عرب نبود، بلکه با یه چیزی حدود 700-800 هزار نفر آدمی که با قمه تو دستش داشت می اومد. حالا وضعیت این بود که در غرب ایران توی این پادگان های گوناگون در حالت عادی، مثلا در زمانی که همه چیز سر جاش بود، مثلا زمان خسرو انوشیروان یا تا نیمه اول مثلا خسرو پرویز که خودش بعد مسئول این روزگار بدی بود که بعدش پدید اومده بود، توی این ساخلوهای باختری یه چیزی حدود 80 هزار تا شوالیه اینا استیشنت بودن، در حقیقت توی این پادگان ها بودن. 50-60 هزار نفرش مال بخشای جنوبی، 30 هزار نفرش به طرف قفقاز و جاهای دیگه. و این 50 هزار تا اینا از بالاترین تجهیزات و بالاترین آموزش جنگی برخوردار بودن و هر کدومشون تو جنگ مردامرد، اینو ما براش گزارش های گوناگون هم داریم، 10-15 عرب رو حریف بود. یعنی شما مثل یه پهلوان کاملا مثلا آموزش دیده، مثلا همین زورخانه خودمون، این مثلا دعواش بشه مثلا با 7-10 نوچه آموزش نیده، فک همه رو خورد میکنه. دقیقاً وضع اینجوری بود، وضع اینجوری بود. ولی این در حالت استیشنده معمولی بود. خسرو پرویز یک جنگ بیش از 20 ساله با روم آغاز کرده بود و هدفش این بود که توی جنگ جهانی تمام امپراتوری روم رو ببلعه. حالا ما کاری نداریم که ایشون طبعش بلند بود، این جنگ بی خودی به جنگ جهانی تبدیل کرد، آزش چی بود اونو بذاریم کنار، مسئولیت داخل گردن اون بود. ولی وقتی این جنگ جهانی تموم شد و بعد از پیروزی های بزرگ اولی هم ولی موفق نشدن ایرانی ها، که اونم دوباره یه داستان برای خودش داره، 3-4 تا نشست توضیح نیاز داره، جنگ ایران و روم در پایان دوران ساسانی، اون البته ما درست‌تر مدارک ازش داریم چون رومی ها خیلی بیشتر ازش اثر گذاشتن. درست. در پایان اون بخش بزرگی از شوالیه ها یا به قول ساسانی ها آسواران کارازموده مرز غربی کشته شده بودن. این تمام اون ساخلوهای جنوب غربی رو جمع می‌زدی، دیگه اون 50-60 هزار نفر آسوار یک تن 10 نفر حریف توش نبود، بلکه شاید سر و تهش 15 هزار نفر از مونده بود. و ساسانیا البته در حال ریترین، یعنی از نو آموزش دادن و پر کردن این صفوف خالی شده بودن. طبیعیه وقتی که شما این اتفاقات میفته، یه طاعون خیلی بزرگی هم اومده بود، یک سدهای بزرگی هم تو منطقه به خاطر سیل شکسته بود. حالا اگه آقای خمینی زنده بود میگفتش که این کار خداوند بوده که کفار شکست بخورن. به هر حال این همه دست به دست هم داده بود و وضع دفاعی تو جنوب غربی دشوار بود. اینا داشتن صفوف رو پر میکردن و همزمان هم یک جنگ داخلی تدریجی، حالا نه خیلی سنگین ولی تدریجی هم در جریان بود از زمان پس از شیرویه، سر اینکه آخر سر قدرت تو تیسفون دست کی میفته. تو این وضعیت مسلمین تونسته بودن شبه جزیره رو زیر فرمان خودشون بیارن و کم کم آز اینو داشتن که به کشورهای همسایه حمله کنن. پیامبرشون هم که بهشون گفته بود که ما بعداً حمله میکنیم، غارت میکنیم، تمام دارایی این همسایه ها رو میدوزیم، یا به قول زبان خودش این گنج های اکاسر و قیاسر و اینا، خلاص اینا مال ماست، مال خودشون نیست. و اینا در پیش زمینه انجام اون بودن. بحثای بزرگی هم داخل خود مسلمین میشد که ما این حمله رو بکنیم یا نکنیم. برای نمونه ما گزارش داریم در مورد این که علی ابن ابی طالب با این حمله شرق روز بخوام در این زمینه یه تحلیلی بود که بعد از این که پیامبر اسلام درگذشت، بعد عده زیادی از این قبایل زدن از اسلام بیرون که بهشون گفتن اهل رده، و بعد خالد ابن ولید را افتاد، فرمان داشت از ابوبکر که اینا را سرکوب کنه و اینها را دوباره به زور به اسلام برگردونه، و خب خیلی ها سرکوب شدن، خیلی ها کشته شدن، خیلی ها پذیرفتن، دوباره مسلمون شدن. و بودن آدم هایی که تو جنگ های رده
در کنار ابوبکر و خالد قبایل رو سرکوب کرده بودن و الان شمشیر بسته بودن و توقعشون بالا رفته بود، ولی نبرد دیگر نبود، غارتی دیگه نبود. یکی از انگیزهایی شد که ابوبکر گفت بروید از مدینه دور بشید و اینا رو فرستاد به طرف مرزهای ایران برای دستبردهای منطقه‌ای و پراکنده، نه به عنوان یک لشکرکشی، برای اینکه غارت کنن روستا و شهرهای مرزی رو، چون میدونست که درون ایران اوضاع به هم ریخته شده و به هر حال همچنان که گفتید نبردهای درونی قدرت هست. و بعد وقتی آمدند و در رو کوبیدن و دیدن ظاهرا کسی تو خونه نیست در آغاز کار و تیسفون خیلی اوضاعش آشفته است و خودشون درگیرن، مرتب دوستان خودشون رو خبر کردن، قبایل دیگه آمدن و طوری شد که عملا تبدیل به یک لشکرکشی شد در ظرف چند سال. این تحلیل بود که در ارتباط با این بود که اصلا مسلمان ها رو خواستن دور کنن از مدینه و مکه، چون اینا شر ایجاد میکردن و این خیلی حساب شده نبود. بعد منتهی به این شد که تبدیل به یک لشکرکشی شد علیه ایران. ببین گزارش ها انباشته شد. اول که اونا خودشون در درون شبه جزیره دل مشغول همین اهل رده بودن که اونا رو قتل عام کنن و به هم بپیوندن اینها، اما اون کار که انجام شد یهو به خود چند ده هزار نفر چاقوکش تروریست گرسنه در مدینه بودن که اینا دیگه کاری برای اینا نداشتن و گفتن برید اگه میتونید از روستاهای مرزی بدوزید، از ایرانیا، رومیا، یه چیزی و اینها. گزارش های دعوت کننده هم میومد، بلکه برخی دوستهای شغلی بودن، یعنی کسایی که خب عرب یه بخش بزرگشون در بیابون یه مقدار بازرگانی میکردن و دزدی میکردن باید شغلی رسمی. یکی از اینا تو مرز مثلا ایران بود، طول کسانی هم بودن در مرز روم که اونجا دعوت میکردن. حالا ما اونی که به خودمون ربط داره شاید بیشتر ایرانی ها بشناسن، یه از کمونه که تو کار تاریخ بودن، مسنع ابن حرثه، یکی بود در مرز ایران، یه دزد شغلی بود. ایشون هی نامنگاری میکرد به مدینه که ای بابا نیروی کمکی بفرستید و من شنیدم، یعنی نشنیدم، گزارش های مستند دارم که اینا در حالت جنگ داخلی به سر میبرن، بیشتر پادگاناشون اون دیگه اون تعداد افراد لازمه رو توش ندارن بعد از این جنگ های خیلی شدیدی که با رومیا کردن، الان میشه رفت قشنگ مبالغ اساسی دزدید و اینها. و بهش گفتن که خب تو مسلمون بشو که دیگه از اولم ما رسمی مشروعیت بدیم به این دزدیا. اونم یه اشعدی خوند مسلمون شد و بعد بهش آدم دادن که با افراد قبیله خودش اینا رو بیشتر انجام بده. اون بود که خیلی از این حمله های نخستین رو سازماندهی میکرد به پادگان های اولیه که اینا مثلا تعداد افراد 200 نفر، 300 نفر، 500 نفر توشون بودن. مصنع هم بلد بود که چه میشاید کرد، چون میدونست که در جنگ مکانیکی رو به رو، یعنی شما جنگ منظم بخوای بکنی، شانسی علیه ایرانیا نداری. شانس شما اینه که فقط اینا رو بکشی به داخل بیابون، کاملا تشنه و فرسودهشون کنی و بعد با حملات به قول عربا کر و فر اینا رو آخر سر توی حمله شبانه خرطوخر یه جوری از پا در بیاری. و اینو آموزش داده بود و اعرابی که به اون نیروی کمکی فرستاده بودن. وقتی اون روستاهای اول و پادگانهای اول رو با موفقیت بهشون آسیب زدن، از مرکز براش نیروی بیشتر و نیروی بیشتر و نیروی بیشتر فرستادن تا نزدیک به 7-8 هزار نفر شد. و اینا اون موقع تصمیم گرفتن که برن اون ور رودخانه دیگه تو مناطق اساسی و شهرهای اساسی غارتهای اساسی بکنن. این اولین بار که بود که دیگه به پادگان کوچیکی سرکار نداشتن، بلکه با معاول مرزبان که در حقیقت اون منطقه بود یه آقای به نام بهمن جادویه که در حقیقت فرماندار نظامی اون منطقه بود، یه حدود 3000 نفر، 2500 تا شوالیه دستش بود. این شوالیه دیگه آدمای اساسی با جنگای مکانیکی، این ایرانی هم در حقیقت پیشرفته ترین ابزار جنگی اون زمان رو داشتن، مثل آمریکایی‌های امروز. اینا مثلا نه فقط این اسبای کاملا غرق در سلاح سنگین رو داشتن، بلکه یک زنجیرای میونی رو میکشیدن و این زنجیرها وقتی مثلا یه 100 تا از این اسبا حرکت میکرد تمام پیاده نظام مثلا نصف میکرد یا چند هزار نفر در 5 دقیقه میکشت. چیز عجیب و غریبی. بعد خارای جنگی مینداختن، دقیقاً خب ابرقدرت نظامی اون موقع بود دیگه. حالا خیلی خنده‌داره، چون عربای مسائل اصلا نمیفهمیدن، بعدن تو کتاباشون نوشته بودن که این زنجیرها رو ایرانی‌ها بسته بودن که افرادشون فرار نکنن. اون جگای هست ذات السلاسل و اینا، این واسه بود که دیده بودن میون این اسبای جنگی اینا زنجیر کشیدن و گمان میکردن که اینا رو بستن که اونا فرار نکنن، یا دست کم اگرم میدونستن که دلیلش چیه اونجوری بعدن گفته بودن که شرم جان من
از تاریخ طبری یادمه، میگه که البته اون در مورد جنگ سلاسل نمیگه، در مورد جنگ نهاوند میگه که احتمالا فلسفهش همونه، میگه که هر 7 نفر ایرانی خودشونو یه پای خودشونو به زنجیر بسته بودن، هر 7 نفر با زنجیر به هم وصل بودن، به این معنا که عهد کردن که اینجا قتلگاه ماست، یا ظفر یابیم یعنی پیروز بشیم، یا همینجا کشته بشیم. و در حقیقت این عهد و پیمان کردن بوده به اینکه اینجا نقطه است که ما ازش عقب نمیریم و یه همدلی هم توش هست دیگه، شما وقتی با زنجیر خودتو به 6 نفر دیگه میبندی. بنابراین توی متن خود تاریخ طبری میگه دلیل زنجیر این همدلی و پای دست دادن و پای مردی بر نقطه ای که اونجا قرار داشتن بوده. و بعد من یادم در کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران که مرتضی مطهری نوشته بود، در نهایت بی‌انصافی و ناجوانمردی شالاتان نوشته بود که در طبری اینگونه نوشته، متن رو ننوشته بود، متن خود طبری رو گفت، طبری اینجوری گفته، خب ببینید اینا نمیخواسته با مسلمان ها بجنگن چون پیام اسلام رو شنیده بودن. یعنی شما اینجا با یک کسی که داره نظر کارشناسی اشتباه میده روبرو نیستی، شما با یک شالاتان به معنی واقعی طرفی. و این خیلی از نظر من، یعنی واقعا من مدت ها بغض داشتم سر این جریان، چون وقتی یک نوجوان ایرانی هم که مطلب رو میخونه و باور میکنه، حس میکنه نیاکانش خیلی فرومایه و پست بودن که مثلا اینا رو با زنجیر میبستن فرار نکنن. وقتی سالها بعد خودم تاریخ طبری رو خوندم، اون هنگام فهمیدم که امثال مرتضی مطهری ها چه تخریبی تو ذهن نوجوان ایرانی میتونن انجام بدن. تازه اون چیزی هم که طبری اونجام نوشته درست نیست. اون طفلی هم 300 سال بعدش نوشته، همش هم از روی سانسور نوشته. حالا مطهری که کاملا اصلا یه آدم زبان نفهم بی سواد بود، چون من کتاباشو خواندی، من در نوجوانی همه رو خوندم، نه فقط کتابان ایشونه بلکه مال شریعته رو هم هنگام دانشجویی در حقیقت جوک شبانه من بودن میخوندم، قه قه میخندم بس که مزخرف توش بود، ببخشید دست کم سخنان بسیار بسیار غیر علمی کودکانه، برحال برای من چیز بود، مثل کتاب جوک بود. اون اصلا ازش از مطهری سخن گفتن اصلا زمان کشیه. ولی من افراد اساسی رو میگم، مثلا مثلا ممتحن، زرین کوب، اینا رو باید نام برد که اینا اگه ایش اشتباه فهمیدن، مثلا چرا اشتباه فهم، اونا آدم های اساسی هن که اگه اشتباه فهمیده دلیلش در کمبود اطلاعات اون لحظه در دست یا آنالیز یا اینا بوده، نه اینکه یارو عقلش کم بوده مثل مطهری. ولی زنجیر بیرون افراد پیاده نظام معمولا بسته نمیشد، مگر اینکه یه هدف ویژه می داشت، مثلا واسه اینکه شما حملات کر و فری دشمن رو جلوشو بگیری. چون وقتی شما زنجیر میگی دسته دونه دیگه نمیتونن مثل زنبور بیان کر و فر کنن، اون زنجیر میگیردشون. ولی اصل داستان مال سوار نظام سنگین بود که تو همون جنگ پل هم سرشون اومد. در جنگ پل وقتی که شنیدن که این تک تک این ساخلوهای کوچیکو شکوندن، فرمانداراشو کشتن و تونستن بیان اون ور رودخانه، اونجا دیگه انقدر از مدینه براشون کمک رسید که تعدادشون به تقریبا 20,000 نفر رسید. و اینی که تمام این اطلاعاتی که طبری نمیده چقدر خنده داره، در اینی که اونجا اون فرماندار نظامی منطقه که جادویه بود، نزدیک حد اکثر 5,000 نفر آدم داشتیم، 2,000-2,500 تو شوالیه داشت با نیروهای کمکی، 5-6,000 نفر اینم آدم های در حقیقت نیمه آموخته. با این 4-5,000 نفر اون 20,000 نفر رو در عرض کمتر از 6 ساعت قتل عام کرد. چون وارد جنگ مکانیکی با ایرانیا شدن، اونم مثلا اینی که مثلا آنگولا بخواد با آمریکا جنگ مکانیکی بکنه، در حقیقت خب نمیشه، اونو پشتشو به رودخانه انداخت، این سوارای سنگین اسلحه اومدن با این زنجیرها این عربا رو جمع کردن، همه رو ریختن توی رودخانه، هر کسی هم تو اومد نفسی بکشه زدن در و داغون کشتن. شما تجهیزات ایرانی ها رو مثلا تو موزه بریتیش موزیوم و اینا ببینی، خب به طرف مقابل خیلی برتر بود، اینا شمشیرهای ویژه داشتن فقط واسه سلاخی از اسب به پایین، شمشیرهای سبکی بهش میگفتن، همین کاولری سورد با درجات گوناگون، مال یگانهای گوناگون، اینو تنظیم میکردن. بعد اینا دانشکدهای افسری داشتن که اینا رو همه رو سازماندهی میکرد که اینا سرتیپ کارش چیه، بعد مثلا سرهنگ کارش چیه، حالا این درجات اون زمان نبودن، نامای دیگه داشت اون زمان، مثل مثلا گوند سالار و از این حرفا تا به پایین، که چجوری تقسیم بندی میشه. اون عرب اصلا نمیفهمید چه بلایی داره سرش اون لحظه میاد. میگم وقتی من کتاب این آقای پاکستانی رو میخوندم، در مورد اینکه خالد مثلا چقدر سرلشکر بود، من از خنده رو دوبار شده بودم. خلاصه اون 20,000 نفر رو زدن تو اون 6-7 ساعت همه رو کشتن.
حالا طبری خیلی خواسته چیز کنه به قول معروف یه پوانی بهشون بده، گفت نه نه مثلا نصفشون کشتن نصفشون خودش رسوندن به مدینه، تقریبا همشون قتل عام شدن چون پشتشون به رودخونه بود. چون اشتباهی که کرده بودن این بود که هرچی مصنع به اینا گفته بود که آقا از رود رد نشید، از رود که رد بشید تو دشت باز آباد شما با این هیولای جنگی اینا روبرو میشید، اینا ابرقدرت دنیا میزنن تیکه بارتون میکنن. درست. و اینا گفتن نه ما نمیدونم الله به ما کمک میکنه از این حرفا، خلاصه رفتن اونور. و این اولین، البته حالا خنده نداره چون یه درسی از این مطلب گرفتن، این اولین و آخرین نبردی بود که با نیروهای ایرانی اینا توی نبرد رو در رو درگیر شدن. یعنی نبرد کلاسیک فقط همین بود همین یکی بود، چون دیدم تیک بزرگشون گوششونن، حتی اگر یه برتری 5-1 یا 8-1 نفراتی داشته باشن. درست. بنابراین حالا مصنع که خوشم زخمی شده بود بعدن به هلاکت رسید، ولی درسی که گرفتن این بود که آقا اینا رو شما باید به درون بیابون بکشی و خستهشون کنی، فرسودهشون کنی الی آخر. حالا مشکل این بود که اگه اینا نیومدن چی؟ اینجا به قول معروف خلاصه الله یه کمکی کرد به مسلمین. اگه الان میگم آیت الله خمینی زنده بود میگفت این داره کمک ها میشه که کفار شکست بدن. بعد از این جنگ داخلی که در ایران رو به پایان بود، یه شاه جوانی اومد سر کار به نام یزدگرد، یزدگرد سوم. ایشون هم بیشتر اهل هنر و کتاب و این مسائل بود، آدم حساسی هم بود، ظاهرا آدم خیلی باهوشی هم بود و بعد این بی تجربه بود، کمتر از 20 سالش بود، کمتر از 18 سالش بود، شاید 15 تا 16 بوده. و عربا کلید اینو پیدا کردن، اینا شروع کردن تمام روستاهای مرزی رو بهشون شبیخون زدن، کت خدا رو سر بریدن، به دخترها تجاوز کردن و از این حرفا. مثلا این کاریه که مثلا داعشیان تو روزگار خودمون میکردن. من چند بار عرض کردم داعش لابراتوار تاریخی واقعا بسیار گرانبهاست برای همه کسایی که میخوان فراید تاریخ اون زمان رو بفهمن. و اینا هی گزارش ها به تیزفون میرسید که اینا دوباره نمیدونم 100 تا دختر تجاوز کردن، نمیدونم 5 تا کت خدا سری بریدن، اینو دزدن اون دزدن اینو کشتن، چون شبیخون شبانه بود، مثل زنبوری که میاد میزنه و میره و نمیفهمی چجوری جلوش بگیری. و بعد یزدگرد که جوان بود برشوریده بود و هم میگفتش که اینو باید همین الان کارشون تمام کرد، که رستم فرخزاد رو که سپهسالار کلی بود فرستاد به اونجا. رستم هم حالا درستی که مثل همه ایرانیای اون زمان هیچ شناخت درستی از این دستگاه اسلام نداشت، یعنی تا اندازه اون هم بیگمان عربا رو دست کم میگرفت که این سافت‌ویر نو، این نرم افزار نو که اومده اینا رو سیستماتیک به کار غارت و کشتن و تجاوز هدفمند کرده و اینا رو یه اعتماد به نفس کاذب بخشیده که شما وقتی حتی تجاوز جنسی هم میکنید دارید ثواب میکنید چون الله پشتته، اون نمیفهمید تنها چه دینامیکی اینا ایجاد میکنه. فقط گزارش ها بهش رسیده بود که اینا به شدت حملات غارتگریشون رو نسبت به قدیم 10 برابر 15 برابر افزایش دادن، مثلا غیر عادی، و لشکرهاشون خیلی خیلی زیاد شده و گویا یه مرکز فرماندهی هم درست کردن در یه شهری وسط بیابونا به نام مدینه. این اندازه دست اطلاعات رسیده بود ولی هنوز نمیتونی. اجازه بده الان رسیدیم به رستم فرخزاد و خبرهایی که میرسه به تیسفون درباره حضور دوباره این مسلمان ها در مناطق مرزی ایران. به خاطر مسئله زمان پیش از این که بحث رو ادامه بدیم و بعد به قادسیه و نهاوند و اینا برسیم که من مطمئنم بخش های بسیار مهمی است چون خیلی کم علمی در مورد این مسائل صحبت شده، که حتما در برنامه بعدی اینو پوشش خواهیم داشت. و پیش از اینکه از همینان خداحافظی کنیم، دو نکته رو خدمت هموطنان گرامی بگم. یکی این که همچنان که پیش از این عنوان شد، از سوی جنبش رنسانس یا نوزایی ایرانی از 16 تا 18 نوامبر که برابر با 26 تا 28 آبان ماه هست، این سالگرد قادسیه هست و این مناسبت برگزیده شده برای اینکه یادآوری کنیم به خودمون که چه بر سر ما آمد 1400 سال پیش و بلایی که امروز روز هم هنوز بر سرمون باقی است.
سه تا گرد همایی داریم که از طریق شبکه های اجتماعی یا تارنمای رنسانس ایرانی که آدرسش از iranianrenaissance.com می توانید این سه تا گرد همایی را اگه می توانید حضور به هم برسونید شرکت کنید. یه گرد همایی در هلسینکی فنلانده در 17 نوامبر از ساعت 3 بعد از ظهر، دیگری در ونکوور کاناداست از بازم 17 نوامبر و برنامه از ساعت 4 بعد از ظهر خواهد بود، و دیگری هم برنامه ایست که من خودم حضور دارم در شمال کالیفرنیا در سن حوزه 16 و 17 نوامبر. 17 نوامبر سوژه و موضوع همینه، مسئله سقوط ایران در برابر اعراب، چند و چونش و دلایلش و کیفیتش، و این 17 و 16 هم درباره ویژگی های فرهنگی که ما اسمش رو میدونیم فرهنگ ایران شهری، اشاره میکنیم به فرهنگ ایرانی پیش از اسلام. برای این فرهنگ ایرانی پیش از اسلام در درون خودش یهودی هایی داره که در سیستم بانکی هن، در سیستم پزشکی هن، مسیحی هایی داره که در جندی شاپور هن، کار علمی میکنن، زرتشتی هایی داره که دستگاه دیوان سالاری اداره میکنن، سپه سالاران سپاه هستن، سوار نظام هستن، کشاورزی بسیار بسیار نیرومند و توانمندی و در گستره ایران دارن انجام میدن، و بعد این از نورسیدگان مسلمان ها که به هر حال خیلی آرام ولی خب با اعمال فشار نخود شهرها و بعد از شاید 3 تا 400 روستاها رو هم مسلمان میکنن، وقتی نگاه میکنید ببینید که در هیچ شاخهی هیچ کاری که بتواند برای جامعه به عنوان کار سازنده و کار مولد در نظر گرفته بشه نداشتن، جز این که تو همون 1-2 سده نخست فقط چیرگی خودشون حفظ کنن که بتوانند خراج بگیرن، جزیه بگیرن و صاحب ثروت بشن. رانت به قول مدرن، به قول شهرام، به قول مدرنیا رانت بگیرن. البته رانت توی رانت اینا با پسه گردنی و زور میگرفتن. این کلیپی هم که پیش از آغاز برنامه دیدید در رابطه با قادسیه در پیوند با همین به صدا روزها بود که اشاره کردم که 16 تا 18 نوامبر که می شود 26 تا 28 آبان فکر می کنم. پس از این برنامه هم یک کلیپ پخش میشه برای همیهنانی که می خواهند برای ماندگاری برنامه همیاری بکنن. همیاری میره برای تلویزیون پارس، هزینه ساتلایت میشه، هزینه ماهواره میشه. دو سه تا از همیهنان تا کنون هزینه رو تقبل کردن و دیگه بعد از 18 ماه فکر کنم انصاف نباشه که اون دو سه نفر فقط بار روشون باشه. اگر خواستید تو همین کلیپ دیگه هم پخش میشه روش هایی که میتونید همیاری کنید و اونجا خواهید دید. حالا امیدوارم شهرام برای اینکه این بحث 3 هفته خیلی فاصله نیفته و هموطن ها رشته کنند ازشون در نره، اگر تونستیم حالا هماهنگ کنیم، اگه شد 2 هفته دیگه بحثو داشته باشیم. حالا در این باره بعدا با هم هماهنگ هفته دیگه ادامه بدیم اگه زمان داشتیم. بله بسیار عالی، خیلی خوب. شهرام گرامی بسیار سپاسگزارم از توجه همیهنانم، بسیار ممنونم. بدرود تا فرصت دیگر.